با ایمان آقایاری فعال سیاسی از ترکیه همراه هستیم. آقایاری، ترک تحصیل جمعیت قابل توجهی از دانش آموزان، اون هم به دلیل هزینه های تحصیل، چه پیامدهایی برای جامعه داره؟ اگر بخوایم به این مسئله بپردازیم، به نوعی باید اینها رو در کنار، در یک بستری و در کنار عوامل دیگه بهش نگاه کنیم. اگر به این گزارش بخوایم توجه بکنیم، متمرکز بشیم، میبینیم عوامل در هم تنیده این موجب این افزایش قیمت شده. یعنی از بحث بحران انرژی و مسئله کمبود برق بگیرید تا مسئله تورم تا موضوع نرخ ارز، خب همه اینها خودشون به تنهایی هر کدوم میتونن یک اعلام بحران به خاطرشون صورت بگیره. ولی میبینیم که این موضوع میاد به عنوان معلول این اتفاقات که خودش یک سری عواقب و پیامدهای بسیار ویرانگر اجتماعی فرهنگی میتونه پدید بیاره، در کنارشون بهش نگاه میشه و به نوعی انگار با سهل‌انگاری مقامات و مسئولین هیچ توجه خاصی بهش نمیشه. 110 هزار کاهش که خودش آمار تکان دهنده ای، اگر در نظر بگیریم آمارهای متعدد و متناقض همیشه در این زمینه وجود داشته، میشه این احتمال رو داد که در واقع آمارها از این هم بالاتر باشه. خب ببینید، این نشون دهنده این هست که ما نه تنها در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی شاهد بالا رفتن و ارتقا و رشد طبقات پایین تر نبودیم، بلکه اون چیزی که اصطلاحا بهش گفته میشه اقشار متوسط یا میانی هم دچار فروپاشی و فروریزش شدن که دامنه این مسئله در واقع گسترش پیدا کرده. خب از این حیث هم میشه گفت وضعیت نگران کننده و تعلم بار تاسف باری. آقای آقایاری، خیلی از دانش آموزا هم قادر به تهیه لوازم مورد نیاز خودشون برای تحصیل نیستن. تاثیر این اتفاق بر سطح کیفی آموزش در مدارس رو چطور میبینید؟ بله، دقیقا این موضوع رو هم باید در ادامه همون چیزی که گفتیم بهش بپردازیم. یعنی در کنار سایر عوامل و سایر اون عناصر فضای بسیار نامطلوبی که مشاهده میشه، ببینید سطح کیفی آموزش به خودی خود پایین هست، با کمبودهای مختلفی که مدارس از کمبود فضای آموزشی گرفته مسئله فرسودگی و اینها مواجه بودیم. فضای مدارس فضای از لحاظ ذهنی روانی فضای ایدئولوژیکی هست. خب این فضای حاکم فضای مفرح و جذابی برای دانش آموزان نیست. خیلی متون و کتب و اون در واقع محتوای درسی ایجاد دلزدگی میکنه به خاطر همین ایدئولوژیک بودن و نبود ارتباطش از لحاظ ذهنی با دانش آموزان امروزی. حالا شما ببینید این عامل رو هم در نظر بگیرید، وقتی که اولیه ترین نیازهای آموزشی برای دانش آموز وجود نداره، خب در حالی هست که ما میدونیم دانش آموز امروزی باید برنامه های فوق برنامه، در واقع مسائل مکمل آموزشی، حتی کتب، اگر استعداد و علاقی در زمینه های هنری یا علمی فرهنگی دارن، بتونن از زمینه های فراتر از مدرسه هم بهره‌مند بشن. از تمام اینها که محروم میمانند هیچ، از همین موضوع حداقلی که آموزش بسیار بسیار ابتدایی هستم در قرن 21، در عصر ارتباطات، در دوران تکنولوژی بی بهره میمانند. خب ببینیم که اینها چه مازاد مخرب و وحشتناک اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و غیره میتونه ایجاد بکنه در کنار اون سایر عوامل آشوب‌زا و مخربی که ازش صحبت کردیم. فضای جامعه رو متاسفانه براش وضعیت بدی ایجاد میکنه که چشمانداز در واقع کدر و ناراحت کننده و ناامید کننده ای رو در مقابل چشم ما رقم میزنه. ایمان آقایاری فعال سیاسی از ترکیه، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه.